سلام میکنم، سلام مجدد به شما دوستانی که به تماشای این برنامه نشسته، دوستانی که در کلاب هاست این برنامه رو دنبال میکنند. میلاد رسایی منش هستم و این برنامه هفتگی نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی هست که بر روی 4 پلتفرم همزمان به صورت لایف پخش میشه: یوتیوب، تویچ، فیسبوک و همچنین در کلاب هاوس. دوستان میتونن که این برنامه رو بشنون و پس از اینکه مهمان برنامه ما طرح بحث کردن حتما از طریق کلاب هاوس در بحث دخالتگری بکنن. اگر در فیسبوک و یوتیوب و تویچ هم کامنت بدید، کامنت ها برای تصویر نمایش خواهد داده شد. یه فرجه ما در حقیقت برای دوستانی که برنامه رو از طریق یوتیوب نگاه میکنن قائل هستیم که احتمالاً تصاویر رو در طول برنامه نشون خواهیم داد که خب به دلیل ویژگی‌هایی که کلاب هاوس داره، دوستانی که اونجا برنامه رو دنبال میکنن احتمالاً نمیتونن تصاویر رو ببینن و خب این یک مزیتی هستش که برای در حقیقت دوستانی که در یوتیوب هستند به وجود اومده و وجود داره. مهمان برنامه ما حمید تقوایی بسیار عزیز هستند، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری، با موضوع کودک همسری تجاوز شرعی هست. میبینم امیر پاکباز هم اینجا هستند و همچنین بهار بسیار عزیز که قرار هست در حقیقت مودریتور ما در کلاب هاوس بهار باشه. بهار جان اگر هستی من سلام میکنم، یه صحبتی بکن که من ببینم صدای ما رو میشنوی یا نه. سلام به شما و دوستانی که الان در بهار رو گفتم همین جان، خیلی ممنون که حالا سلام کردید. من فکر کردم منو گفتید. نه خواهش میکنم بهار جان، شما بفرمایید. هستی بهار عزیز؟ بله هستم، صدام اوکی هست. بله ممنون. پس بهار برنامه رو من میسپارم دست شما، برنامه رو لطفا پیش ببر. مرسی. ممنون، متشکر. خوش آمدید همگی، خسته نباشید. مهمان عزیزمون جناب حمید عزیز، خسته نباشید و بسیار خوش آمدید. موضوع برنامه‌مون امروز در مورد کودک همسری هستش، تجاوز شرعی، کودک همسری تجاوز شرعی است. این رو بگم که از این به بعد هر هفته دوشنبه ها همین ساعت برنامه ها رو خواهیم داشت. امیدوارم که هر هفته به طور منسجم دیگه اینجا باشیم. در کلاب هاوس از طریق کلاب اکس مسلم که اگر که دوست داشته باشید لطفا فالو بکنید این کلاب رو که وقتی که روم شروع بشه بتونید ببینید، و از طریق فکر میکنم که چند جای دیگه که حالا بعد این رو میلاد براتون بیان میکنن. بریم و گوش بدیم به جناب حمید. جناب حمید، من مقاله شما رو خوندم در مورد کودک همسری. میخواستم ببینم به چه علتی داشت که این مقاله رو نوشتید و در این زمان نوشتید و چرا این رو امری مهم دونستید که بخواید در این مورد الان یه چنین مقاله‌ای بنویسید و به نکات واقعا مهمی اشاره بکنید. ممنون میشم یه توضیحی در این مورد اگه میشه بدید. ممنون. خب از کودک همسری که همه ما مطلع بودیم در ایران، واقعا یک جنایتی است که خیلی هم شایع گسترده است متاسفانه. ولی اینکه من در این مقطع مقاله نوشتم به خاطر این بود که وزیر زنان این آقای رئیسی، دولت رئیسی، یک مصاحبه در این مورد کرده بود و خواست قضیه رو خیلی عادی جلوه بده. گفتم خب در کشورهای دیگه هم کودک همسری هست و در ایران هم هست و پدیده زیاد گسترده ای نیست. خیلی از ازدواج ها در سن بین 18 سالگی تا 20 چند سالگی صورت میگیره. از اینجور توجیهات و یا اینکه فرهنگ سنتی در مناطق روستایی و غیره گویا مسئول این قضیه هست. حتی گفته بود کمک دولتی به ازدواج ها باعث شده که یک دیگه از خانواده دخترشون رو زود هنگام شوهر بدن و این بحث ها. این من فکر کردم که یک جوابی لازم داره، نه اینکه حالا با دولت رئیسی بخوام بحثی داشته باشم. به این معنی که انقدر این قضیه به نظر من شنی و هولناک هست، تکون دهنده هست، که باید به طور ویژه‌ای علیهش بسیج بشن هم در ایران فعالین حقوق کودک، همه مردم، و هم در سطح دنیا افکار عمومی متوجه بشه که چه جنایتی هر روز داره در ایران اتفاق میفته. آماری که خود اینها میدن در عرض 3 ماه نزدیک 10,000 ازدواج داریم، ازدواج کودک همسری. حالا اینو توضیح میدم که منظورم چی هست از این ازدواج.
که تازه خیلی از اینا ثبت نمیشن، اکثریت بالایی ثبت نمیشن چون شرعیه دیگه. اگر بنا به قوانین شرعی رضایت کودک، رضایت پدر یا پدر بزرگ، ولی به اصطلاح خانواده پدری اگه جلب شده باشه میشه با کودک ازدواج کرد. در قوانین جمهوری اسلامی این سن برای دختران 13 ساله، برای پسران 15 سال، ولی از نظر شرعی سن بلوغ شرعی 9 ساله و حتی زیر اون سن هم مجازه. یعنی در اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی که از اسلام نشأت گرفته هیچ محدودیت سنی برای ازدواج نداره. یعنی دختر بچه رو در هر سنی، حتی از شیرخوارگی میشه شوهر داد، به عقد کسی دیگه داره بود. و تنها شرطی که هست این است که ولی، که اونم یعنی خانواده پدری، ولی اون دختر بچه رضایت بده. حالا رضایت رو با پول جلب میکنن یا هر مسئله دیگه هست، بالاخره یک جنایتی اتفاق میفته، پدر و ولی هم در واقع شریک جرمن. و بعد تحت فشار مردم و تحت فشار جنبش ضد کودک همسری و دفاع از حقوق زنان و کودکان، جمهوری اسلامی این برای خالی نبودن عریضه از سال 1381 این رو هم به قانون اضافه کرده که ازدواج با دختران زیر 9 سال، یعنی زیر 9 سال قمری سن شرعی، این باید علاوه بر اجازه ولی باید به تشخیص یک دادگاه هم سپرده بشه، دادگاه هم این رو تایید کنه. حالا دادگاه ها هم همین دادگاهی هستن که در قانون اسلامی دادگاهی که هر روز دارن حکم اعدام کودکان رو صادر میکنن، به این هم سپرده میشه. تازه این هم فرماله، این هم سوریه، یعنی هیچ مجازاتی برای کسی که دخترشو به ازدواج به شوهر بده، دختر بچه زیر 9 ساله شد و به دادگاه هم رجوع نکنه، هیچ مجازاتی پیشبینی نشده. فقط همین برای که به اصطلاح به نظر خودشون امروزی کنن قضیه رو، یه دادگاه هم اضافه کردن. تازه بیدادگاه های اسلامی که ارتجاعی تر از یعنی جزی از دستگاه صادر کردن این احکام ضد کودک هستن، اینها رو اضافه کردن که تازه اونم صورت نمیده. ولی حتی اگر اینطور هم میبود به نظران از عمق فاجعه چیزی کم نمیشد. ببینید در اسلام حتی دختر نوزاد شیرخواره هم میتونه شوهر کنه به شرط که ولی رضایت بده. و حتی خمینی رساله‌ای داره، رساله‌ای که معروفه همه میدونن، که حتی شیوه های لذت جویی جنسی از دختر بچه شیرخواره هم توضیح داده میشه، در آغوش گرفتن، لبس کردن، بوسیدن و بسیار چیزهای دیگه که من اینجا نمیدونم توضیح بدم. شما اگه رجوع کنید میبینید چه لغتایی به کار برده و به چه معانی هست. تنها جما یا اینترکورس، عمل نهایی، ممنوعه، کنم به خاطری که کودک تعمالشو نداره، ممنوعه تا 9 سالگی. بعد از 9 سالگی شما هر کاری میتونید با اون دختر بچه معصومی که قربانی روابط شده بکنید. یعنی کافی مردی رضایت یک کودک 1 ساله، 2 ساله تا 9 ساله رو جلب کنه، باش ازدواج کنه و هر نوع سوء استفاده جنسی، لذت جویی جنسی که به دقت خمینی تعریف کرده، همه اینا رو انجام بده، در 9 سالگی هم دیگه تماما بهش تجاوز کنه و دخترم حقش اعتراضی نداره. حتی رضایت دختر اینجا مطرح نیست، چون دختر بچه از رضایتش معنی نمیده حتی راضی هم باشه، فقط رضایت پدر یا پدر بزرگ اینجا مطرحه، پدر فقط اینها اینجا حق دارن، اون دختر بچه یه حقی نداره. حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ اگر دادگاه یا ولی پدر راضی باشه، دختر باز هیچ حقی نداره. خب معنی این چی هست به نظر شما؟ اگر یک همچین حکمی که خمینی صادر کرده رو تو هر کشور دیگه ای، هر فرد دیگه ای صادر کنه، یا میبرندش دارالمجانین، یا به عنوان بیمار جنسی، یا به عنوان پریشان حال روانی و غیره تحت معالجهش قرار میدن، یا به زندانش میندازن. ولی در جمهوری اسلامی اسمش هست امام، حضرت امام و فقیه عالی قدر و از این مزخرف ها. از کجای نشأت میگیره؟ اگر یکم بخوایم وسیع‌تر و عمیق‌تر قضیه رو ببینیم، اسلام کلن به زن به عنوان کالای جنسی متعلق به مرد نگاه کن. همین که در ازدواج اسم مادر نیست، مادر هیچ کار است، یا پدر باید دخترش رو یکی بفروشه یا در واقع شوهر بده، یا اگر هم پدر فوت کرده پدر بزرگ
بازم مادر هیچ حقی نداره. مادر هیچ کار است. چرا؟ چون مادرم خودش یک کالای جنسی که به تصاحب شوهرش در اومده. پدر اون دختر بچه. مالک اون دختر بچه هم پدره. بعد از اینکه شوهر کرد مالکش میشه شوهر. قوانین استفاده از این جنس رو خمینی نوشته که در آغوش گرفتن، بوسیدن، لمس کردن، تفخیص که من شر دارم حتی توضیح بدم. بخونید بدید چه معنی داره. اینا همه مجاز و شرعیه. حق استفاده از دختر بچه هست. و نه اون خود اون دختر بچه، نه مادرش، نه هیچ کسی حق اعتراض نداره. دولت هم که خودش آتشبیاری مرکه هست، خودش این قوانین صادر کرده. دادگاه هایش هم همینطور، دادگاه اسلامی هم همینطور. فقه اسلامی و قوانین شریعت این قوانین رو دارن که کلن دختر، زن، جنس مؤنث کالای جنسی، برده جنسی مرده. حالا این مرد قبل از ازدواج برادر و پدر و غیره هستن، بعد از ازدواج هم شوهر. این داستانه، کل داستانه. خب این قوانین از کجا میاد؟ اینا قوانین و سنت میشه که بیشتر سنت ها، آداب و رسوم جوامع عشیرتی 1400 سال قبلن در شبه جزیره عربستان، که تازه در همون موقع هم از تمدن اصل خودشون فرسنگ ها عقبتر بودن. اینها رو اسلام مثل یک کنسرو ارتجاع نگه داشته 1400 سال قبل، بعد جمهوری اسلامی روی کار اومده در ایران و اینها رو تبدیل کرده به قوانین جاری. هر جامعه که یک بویی از انسانیت و تمدن برده باشه اینها رو مجازات سنگین میده. در کشور غربی اگر یک دختر بچه‌ای به وسیله یک مردی لمس بشه، مرد غریبه، میتونن برن اصلا شکایت کنن. جرمه. توی جمهوری اسلامی نه تنها جرم نیست، بلکه شیوه های لذت جویی هم به تفصیل توضیح داده شده و گفته همینا مجاز است، حتی اگر شیرخواره باشن. این عین حکم خمینیه، برید بخونید، تو قابل دسترس تو مدیا اجتماعی. حتی اگر شیرخواره باشد مجاز است. این قوانین، این مناسبات جوامع عشیرتیه که بنا به تعریف پدر سالار بودن، زن برده بوده، اون جوامع برده و کالای جنسی بوده. جمهوری اسلامی در قرن 21 اینا رو تبدیل کرده به قوانین و داره پیاده میکنه. و آماری که میدن در عرض یک آمار 3 ماهه من دیدم بیش از 10,000 این مورد رو داشتیم که همونطور که گفتم تازه اینا موارد ثبت شده است، بخش اعظمش ثبت نمیشه و تو آمار خودش رو نشون نمیده. هزاران دختر قربانی این جنایت هستن. من جنایتی شنیتر از این در حق دختر بچه ها نمیتونم تصور کنم. تعداد زیادی خودسوزی داریم، خودسوزی دختر بچه هایی که به زور اینطور شوهر داده شدن و خودشون آتش بزنن. یعنی میخوان نشون بدن که حتی مرگ زجرآور با در سوختن در آتش از این زندگی، از این جهنمی که دولت و قوانین برای دختر بچه ایجاد کردن مطلوب‌تره، بهتره براشون. خودسوزی میکنن. بسیاری بیوه هستن، بسیاری دختر 12 ساله 13 ساله مادر هست، خودش هنوز دوران کودکی و دوران بازی با همسناشو نچشیده و طی نکرده، بچه دار شده. اینا فاجعه است. هم از نظر جسمی فاجعه است در حق دختر، هم از نظر روانی، هم از نظر اجتماعی. دختر بچه حتی قانونی جمهوری اسلامی 13 ساله که هنوز قابلیت، امکان و اون بلوغ اداره یک زندگی مشترک نداره، حالا از جنبه فیزیکی و تجاوز جنسی که بگذاریم. در واقع این پدوفیل، رابطه جنسی با کودکان، این در جمهوری همه جای دنیا این یکی از جنایت‌های سنگینه. پدوفیلیسم در ایران قانون رسمی حکومته و حکومت این رو کاملا مجاز شمرده و این جنایت هر روزه در ایران داره اتفاق. در حال بیشتر از یک نکته‌ای که یک دلیلی که من اون مقاله نوشتم این بود که هشداری بدم، توجهی بدم و فراخوانی بدم که فعالین حقوق کودک، فعالین علیه کودک همسری، به خصوص حزبی مثل حزب ما یا احزاب انسانی، احزاب واقعا آزادی خواهی که در خارج کشور هستن و در داخل کشور هم فعالن، به یک جنبش عمومی داور بزنیم علیه این جنایت هر روزه. ما میتونیم با اعمال فشار جلوی جنایت رو بگیریم و این هر روز داره اتفاق میفته. و هر کسی که هر پدری، حتی پدرم نه، هر آدمی شریفی که یک
لحظه احترام قائل باشه برای خودش و برای زندگی، به نظر من مو بر تنش راست میشه وقتی این قوانین رو میبینه. شما، من رفتم سر زدم به دفترهای مشاوره حقوقی در ایران، سایتاشون هست، برید بخونید چنون راجب لذت جوی جنسی از کودک صحبت میکنن، راجب قوانین راهنمای رانندگی داره صحبت میکنه. خیلی راحت، خیلی خونسرد، بله این کارو میتونید بکنید، اون کارو نمیتونید بکنید، در شریعت مقدس اسلام این مجازه، اون مجاز نیست. و بعد توجیهات عجیب غریبی که بله شرایط سخته، البته اینها به سنت سنن مرد سالانه مربوط میشه، از این مزخرفات. برای اینکه چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی که عامل اصلی این جنایت رو از زیر تیغ به در ببرن. به نظر من جمهوری اسلامی باید هدف قرار گرفت در برابر این جنایتی که هر روز اتفاق میفته، باید جامعه بلند بشه و با صدای بلند اعتراض خودش رو اعلام کنه. در حال من همینقدر توضیح کافی میدونم، امیدوارم توضیحات بیشتر تو بس و نظردهی دوستان مطرح بشه و روشن بشه. خیلی ممنون. ممنون از توضیحات شما. من توضیح بدم فقط این عمل تفخیز رو که شما واقعا روتون نشد بگید و واقعا هم شرم‌آوره، ولی خب اینا تو کتاباشون دارن و بهتره که بدونن همه. توضیح دادن در کتاب‌هاشون که چجوری میشه که با کودک در واقع از بین ران‌های کودک لذت جنسی بود. یعنی ببینید که چقدر باید کثیف باشه یک دین که بخواد توضیحات کامل بده که چجوری میشه که از یعنی تک تک اعضای بدن یک کودک استفاده‌های مختلف کرد. و یه موضوعی هم که توضیح دادید که حالا امیدوارم دوستان عزیزم بیان در مورد صحبت بکنیم، کودکانی که ممکنه که وقتی که بخوان بچه به دنیا بیارن دچار مشکل بشن، سر زا بمیرن به خاطر اینکه بدن هنوز روش نکرده، و حتی این کودکان رو داریم وقتی که عمل دخول بهشون انجام میشه میتونن دچار مشکل بشن و خونریزی بکنن و یا پارگی های واژن رو داشته باشن. باز کودکان رو داریم که وقتی که بچه رو به دنیا میارن دچار مشکل افسردگی بعد از زایمان بشن. کودکی که اینقدر سرخورده است، شکسته است، واقعا خورد شده است، دیگه دچار افسردگی بعد از زایمان هم بشه و نتیجهش میشه همین خودسوزی هایی که فرمودید. من فقط یه مسئله برام سوال پیش اومد که شما گفتید، به نظرتون چجوری میشه که اگر نهادها بخوان همکاری بکنن چجوری میتونن که حرکتی رو بخوان به وجود بیارن؟ چون اینا تا قانون رو عوض نکنن که مردم زیر بار اجبار نمیرن، به خاطر اینکه اون پدر معتادی که اصلا براش مهم نیست میاد بازم دخترشو به هر حال به عنوان یک منبع درآمد پول میفروشه، یا اونی که 10 تا بچه داره میخواد پول 9 تا بچه دیگه، غذای بچه دیگر رو بده، میاد یکی رو به هر حال میفروشه. فکر میکنید که بهترین روش و سریع ترین روش چی خواهد بود؟ اگه یه توضیح کوچیک قبل از اینکه حمید تقوایی پاسخ بده، من چند تا نکته رو خیلی سریع بگم. اولا حمید تقوایی عزیز، من مایک شما رو میوت کردم در کلاب هاوس و الانم نمیتونم باز کنم. اگر خواستید صحبت کنید در کلاب هاوس بعد خودتون مایکتون رو باز کنید. مطلب دوم این که دوستانی که در یوتیوب برنامه رو میبینن لطفاً بگن که صدا چطور هست. امیدوارم مشکل صدایی که ما هفته پیش داشتیم این هفته حل شده باشه و کیفیت صدا بهتر شده باشه. لطفاً بنویسید تو کامنت ها. و مطلب بعد هم این که من کانال تلگرامی نهاد اکس مظلوم اسکاندیناوی رو همین بالا پین کردم. پادکست هایی که ما تهیه میکنیم در این کانال بارگذاری میشه، میتونید که از اونجا پادکست ها رو بشنوید، در بحثات دخالتگری بکنید، پیشنهاد موضوع بدید و اساسا مطلع بشید از فعالیت هایی که نهاد ما در طول هفته انجام میده و برنامه هایی که تولید میکنه. ببخشید من این چند نکته رو میخواستم بگم. حمید تقوایی بفرمایید. بله، سوالی که کردید به نظر من فعلاً یک جنبش وجود داره، جنبش علیه کودک همسری وجود داره، منتها باید با این شکل تعرضی‌تر، سازمان‌یافته‌تر، گسترده‌تر داد، بخصوص در خارج کشور. ببینید که در داخل کشور خب دارین اعتراض میکنن ولی نمیتونن اینقدر سریع، روشن، بیامانی که ما در خارج کشور میتونیم نقد کنیم، میتونیم جمهوری اسلامی رو مسئول مستقیم نشون بدیم، میتونیم علیه قوانین فوق ارتجایی ضد زن، ضد کودک اسلامی صحبت کنیم،
خب طبعا در خارج که در داخل کشور این هم ممکن نیست، ولی به این معنا نیست که دل و قلب مردم با ماست. ما هرچه بیشتر صریح‌تر، روشن‌تر، شفاف‌تر به نقد بکشیم، به نقد کوبنده بکشیم این جنایت رو، به نظر من با استقبال بیشتری از جانب مردم ایران روبرو خواهیم شد. حتی اگه مردم نتونن خودشون این حرفا رو بزنن به دلایل امنیتی که میدونیم خیلی جان نمیتونن، ولی مردم واقعا دلشون خون از این قضیه. جامعه بیشتر نمیپذیره. ببینید جامعه ایران جامعه است که خیلی مدرنه، جامعه ای که درش ازدواج‌های سفید هست، جامعه ای که درش کودک یکی از بالاترین ارزش‌ها رو داره، جنبش دفاع از کودکان، جنبش کار و خیابان و جنبش آدم برزی ها و غیره تحت نام‌های مختلف. مردم احترام به کودک، عشق به کودک و پاسداری و محافظت و مسئول داشتن کودک یکی از اولویت‌های اون جامعه است. درست 180 درجه در مقابل این جمهوری‌سازی است که کودک براش برده جنسی فقط. این که در اثر فرق خیلی خانواده این کارو می‌کنن، بله، ولی فرق می‌کنه. جامعه‌ای که جامعه خب در اثر فرق ممکنه کسی جنایت هم بکنه، هر روز دارن می‌کنن، آدم بکشن. ولی تو قوانین این جنایت و جنایت جنایت مهمی شما فقیرید یا غنی هستید، آدم‌کشی رو مجازات براش تعیین می‌کنن. در جمهوری اسلامی این جنایت که به نظر دست کمی از کشتن آدم ها نداره آزاد شمارده میشه. جنایت تجاوز به کودکان آزاد شمارده میشه و قانونیه، مجازه. و اون وقت بله، خانواده‌ای که فقیره به قول شما 5-6 کودک داره، 10 کودک داره، میخواد خرجشون رو در، یا حتی بیکار معتاد غیره، از در دل این قوانین راحت میتونه بره کودکشو معامله کنه، کودکشو بفروشه به مرد 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، هر سنی. رابطه جنسی بزرگسال با فرد نابالغ حالا در کشور، در خیلی از کشورها 18 سال هست، ممنوعه. در جمهوری اسلامی حتی با زیر 9 ساله که حد شرعی خودشون هستن ممنوع نیست. خب طبعا با این مجوز قانونی این جنایت روش میکنه، گسترش پیدا میکنه، روشنه که اینطوره. به این معنی من میخوام بگم ما میتونیم مقابلش بیستیم و این قانون رو لغو کنیم. ببین راه حل نهایی اینه که این حکومت اسلامی فوق ارتجاعی رو بکشیم پایین. این حکومتی که واقعا هر قانونش، هر حرکتش، هر حکمش، هر فتواش جنایته، اینو باید سرنگون کرد. ولی در دل همین حکومت هم باید جنبش عظیمی علیه کودک افسری به راه بیفته و ما میتونیم این رو متوقف کنیم. همونطور که عملا ما تونستیم سنگسار رو عملا متوقف کنیم در ایران. در قبولشون هنوز سنگسار هست، ولی مدت ها جمهوری اسلامی جرأت سنگسار رو به خودش نداده، چون در سطح دنیا بی‌آبرو شد با کمپینی که برای سکینه محمدی آشتیانی حزب ما بخصوص خیلی فعال بود به راه انداختیم. تونستیم عملا سنگسار رو خونسا کنیم. در این مورد هم میشه همین کار کرد، میشه عملا چنان فشاری به جمهوری اسلامی آورد که حتی قانونا هم اگر این کارو نکنه عملا این دیگه متوقف بشه. از این نظر من فکر میکنم که این یه عرصه است که باید خیلی بیشتر از اینا روش نیرو گذاشت، انرژی گذاشت، سازمان داد و این مبارزه وسیعی رو شروع کرد. ممنون از شما، متشکر. میلاد عزیز شما سوالی دارین؟ فکر میکنم چند تا سوال داشتی میخوای مطرح بکنین. نه بهار اگه موافق باشی، دوستانی اضافه شدن، ما صحبت دوستان رو بشنویم اگه موافق باشید و بعد من حالا نکات خودم رو مطرح میکنم. 100% حتما. و دوستان عزیز دیگه هر کس که علاقه داشت تشریف بیارید بالا، حتما هم نظرتون رو بدید، هم صحبتی در این مورد اگر بود بکنیم با هم دیگه و یا اگر سوالی داشتید. جناب مصطفی عزیز خوش آمدید، میشنویم از شما. بله باها، دوستان، استادان عزیز، هموطنان گلم، هزاران بار درود. میگه در بستر دین شروع و فرجام یکیست، فرق است میان دانه ها، دام یکیست، مقصود همه سوار مردم شدن است، آخوند موقع کشیش و خاخام یکیست. هموطنان عزیز فرصتی پا داد من اینجا در این کلاب هاوس یک قهوه خانه درست کردم به نام قهوه خانه مشکمرخان. یک روز همین خانم بهار
همین کودک همسری پیشانی اتاق نوشتم و هموطنانی آمدن و با هم صحبت کردیم. داشتیم حرف می زدیم، مرد شرافتمندی که اون میشناختم وارد اتاق شد، گفت امروز شاهد یک چنین جنایتی بودم. دختر 8 ساله میبرن عقد کنن برای مرد 30-40 ساله. او یا مردم معتاد، حالا اونش مهم نی. عاقد میگه این خیلی بچه است، باید پزشک، نظریه پزشک باید باشه. دختره میبرن پیش پزشک. ببینید چه جنایاتی در کشور فردوسی میشه. هموطن، هموطن، این ننگ متوجه تک تک ماهاست. به ما خورده نگیرید. نمیشه ساکت نشست، نمیشه جنایت ببینی. یه کودک از نظر بنده صاحبش فقط پدر مادر نیست، صاحبش جامعه شرافتمندیست که باید شرافت داشته باشه. صاحب اون کودک باید دولتی باشه که شرافت، که انصاف، که عدل، که عدالت، که انتخاب مردم، نه چنین دزدانی. گفت که قاضی چیز، دکتر از کودک 8 ساله میپرسه بگو ببینم دختر تو موقعی عروس بشی بگو ببینم 1 کیلو پنبه سنگینه یا 1 کیلو آهن سنگین تره، کدامش؟ این حرف شب باعث شد من خوابم نمیبرد هموطن، و تصمیم گرفتیم خب دلیل این جنایت، یکی از دلایلش غیر از نفهمی پدر و مادر، دلیل دیگرش به نظر من مسائل مادی است. من با دوستی که در امریکا بود تصمیم گرفتیم جلوی جنایت رو بگیریم. بعد از 3-4 روز که زنگ زدم به این مرد شرافتمند، تو کلاب هاوس من میشناسه، با هم در ارتباطیم، گفت محمد جان عروس بردم. خانم انیسه خزعلی، این زن جنایتکار، عملاً و علناً اعلام کرد دختران 9 ساله باید ازدواج کنن، آماده بشن. جناب مصطفی عزیز، یک جنبندی هم اگه بفرمایید خیلی ممنون میشم. عزیز من این، گوش میدم. بله، با امید روزی که موفق بشیم جلوی جنایات رو بگیریم. من یه جمله میگم و میکروفون آزاد، اونم اینه: حیوانات چه وحشی و چه علی دست به یک کار نمیزنن. تحقیق کنید ببینید، اگر یک خوک نری دیدید از این زاویه چشم به مادین خوک بچه ای داشت، چه میدانم، چنین چیزی نیست. حیوانات، التماس تفکر دارم. میکروفون آزاد. ممنون از شما جناب مصطفی عزیز. بله واقعا تاسف آوره. جناب زرگام خوش آمدید، میشنویم از شما. سلام، امیدوارم صدای منو داشته باشید. صدا هست؟ بله بله، بفرمایید. کودک همسری، من تجربتی که از کودک همسری دارم پیش از جمهوری اسلامی، من چون بچه روستا هستم و بچه روستاهای اطراف زاگرس، حتی در زمان شاه هم اون دوره هم کودک همسری بود در روستاها. حالا در شهرها، من توی ایران تو شهرها نبودم، ولی کودک همسری بود. الانش هم که من توی سوئد هستم و بچه‌ای هم که توی سوئد هستن می‌دونن، روزنامه ها می‌نویسن، اخبار میگه کودک همسری در کشورهای دیگه نمیدونم، ولی در سوئد ما خیلی، جامعه سوئد با کودک همسری خیلی مشکل داره. در ایران الان بعد از، یعنی در دوران جمهوری اسلامی، کودک همسری خیلی رواج پیدا کرده، بیش از پیش در شهرهای بزرگ هم رواج پیدا کرده. در افغانستان هم که حتی به فروش کودکان منجر شده، و این برای من دو جنبه داره. یکی تو بطن اسلامه، یعنی این اسلامه که کودک همسری رو به گفته خود مسلمان ها بهش مشروعیت بخشیده. حالا من میگم توی جامعه یه حالت من پذیرفته شده
در برخی از مردم، در قشرهای از مردم من بزرگ سالا به صورت یک بغوره که چون مردم مسلمان هستن، مسئله اون پیغمبرشون و سنتشون و اونم همین کارا رو میکرده. یه چیزی که اون تجربه که من دارم از همون دوربر زادگاه خودم که بچه بودم و اینا، که اینا به اسلام چیز میکنن، اشاره میکنن، آدرسش میدن به اسلام و سنت و اینا، و من باورم اینه، معتقد هستم که این بیشتر پیش از اون که به فرق مربوط باشه به اسلام و باورهای مذهبی مربوط به اسلام مربوط میشه و فقر این مسئله تشدید میکنه. خود فقر رو میشه یه جوری چیزش کرد، ولی اگر که باورهای اسلامی نبود، من کاملا معتقدم که این رو با این مسئله جور دیگه برخورد میشد. اینجا هم توی سوئد هم ما همین مشکل رو داریم، وقتی که توی این با مسلمان رو برخورد میکنن، اینا باز داره به فرهنگ خودشون، به مذهب خودشون اشاره میکنن. ما از یه مذهب دیگه هستیم، ما از یه فرهنگ دیگه هستیم، اینجا معتقد هستیم که به مثلا مولتیکالچر از این حرفا اشاره میکنن. و همونجا که حمید گفت، این یکی از راه حل‌های این مسئله مبارزه با اسلام و سقوط جمهوری اسلامی. و این مسئله رو ما که در خارج از کشور هستیم و دستمون بازتره، حرف آخر اینه که با همین اشاعه، با همین فعالیت هایی که در اکس مسلم میشه، با فعالیت هایی که در جاهای دیگه میشه، از اینجا ما میتونیم این مسئله رو بیشتر بر علیهش کار بکنیم. حالا یا کلمه مثلا افشاگری کنیم، مبارزه بکنیم، با نهادهای گوناگون این جامعه در تماس باشیم، همون چیزی که الان این کارا هم میشه. ولی حرف من اینه که این کودک همسری بیشتر مربوط به باورهای مذهبی اسلامی میشه تا مسئله فقر. مرسی. اگه میشه میکروفونتون رو ببندین. ممنون هستم. خب مسئله ریشه اسلامی هست و بله، وقتی هم که باورهای اسلامی باشه دیگه، هر مشکلی که بخواد پیش بیاد راه حل‌های اسلامی هم براش مردم پیدا میکنن. فکر میکنم امیر عزیز شما مایک زدید، درسته؟ بله، خیلی ممنون که فرصت دادیم بهم. سلام میکنم به همه دوستانی که اینجا هستن و حمید تقوایی عزیز برای صحبتی که کردن و اون مقالتون هم من حتما بهش اشاره میکنم. بسیار مقاله غنی بود و یک بار برای شخص خود من حتی این زنگ رو به صدا در آورد که نباید موضوعاتی مثل کودک همسری، مثل حکم اعدام برای الان این دوتا کنشگر LGBTQ و این موارد برامون عادی بشه. باید جلوش وایسیم، مثل همون نمونهی که گفتید که به همت انسانهای آزادی خواه و مشخصا خب طبق معمول دوستان حزب کمونیست کارگری و فعالیت‌های مینا حدید تونستن حکم سنگسار و این قانون واقعا ضد انسانی رو به زور در جمهوری اسلامی و در ایران متوقف کنن. من یک نمونهی میخواستم از این داستان قوانین شرعی اسلام بگم. من در دانمارک زندگی میکنم و جنجالی در دو هفته گذشته به پا شد که در اکس مسلم هم بهش پرداختیم، برنامه مختلف داشتیم، و اون این که دو تا از اعضای کمیسیون دفاع از حقوق زنان و یا زنان به حاشیه رانده شده پارلمان دانمارک، که در واقع یک کمیسیون کوچیکه که در واقع دولتی هست، در پارلمان هم هست، اینا طرحی رو پیشنهاد دادن به دولت که حجاب برای کودکان خردسال در مقاطع قبل از ابتدایی، پیش دبستانی و ابتدایی ممنوع بشه، به دلیل اینکه اینا نمیتونن در فعالیت‌های مختلف و بچه‌های دیگه شرکت کنن و یک دوگانگی در اینا و بی‌هویتی در اینا ایجاد میشه و در آینده نمیتونن تو این جامعه ادغام شن. این حرف حرفی بود که حرف خوبی بود، حرفی بود که درست بود، ولی متاسفانه دردی که بود و موضوعی بود که بهش پرداختیم ماست، در واقع سیاست اسلام پناهی دولت دانمارک بود که بلافاصله بعد از این داستان سازمان مذاهب اسلامی دانمارک موضع گیری کرد که
به سفارت جمهوری اسلامی وصل هستن غیر مستقیم و به مسجد امام علی، بزرگترین مسجد و نهاد تروریسم و بنیادگرایی اسکاندیناوی وصل هستن و بلافاصله اینا دست فراخوان به تظاهرات دادن، چندین هزار مسلمون رو بسیج کردن تو خیابون و بلافاصله به دو روز بعد نکشید اون دو عضو ارشد اون کمیسیون اومدن اعلام کردن غلطگویی کردن، گفتن ما رسما غلط کردیم و عقب نشینی میکنیم و تبه متوقف میکنیم. میخوام بگم از این ورم سیاست های دولت های غربی که همواره باعث چراغ سبز به این بوده که اسلامیست ها بتونن دم در بیارن. ببینید من تو پرانتز بگم سال 2016 در قلب کوپنهاگ منطقه نوروبوغو اسلامیست ها تظاهراتی به راه انداختند هفته بعد از عاشورا که حرفشون این بود که قوانین دانمارک یعنی قانون اساسی باید بر اساس شریعت اسلام باشه. اینا فیلمش هست و اخبارش هست، کافی گوگل کنید. یعنی خیلی عجیبه تو کشوری به اصطلاح مرفه پیشرفته همچین میدونی به این اسلامیست ها میدن. خب این سیاست اسلام پناهی از یک طرف، از اون طرف جریان های اسلامی عقب افتاده از یک طرف که در واقع آتش بیار این معرکه شدن و این وسط فقط این کودکان هستن که قربانی این سیاست و این افکار پوسیده هستن. این نمونه بود که حتی در شاید در بعضن دانمارک به عنوان پیشرفته ترین و مرفه ترین کشور دنیا ازش یاد میشه، یه تو رنکینگ ها بین یک تا سه هستش. میخوام بگم این مذهب و اسلام و این در واقع کثافات به قدری مغشویی میکنن آدم ها را که کسایی که حتی تو اینجا متولد شدن به خاطر همون بافت عشیرتی که حمید طبایی اشاره کرد حتی تو اینجا هم این رو به یدک میکشن و متاسفانه دولت از اینا حمایت میکنه. من صحبتم اینجا تمام میکنم، فقط یک سوال از حمید طبایی عزیز دارم. با توجه به اینکه خب یک بخش در رابطه با راه حل اینکه چجور میشه این کودک همسری رو جمع کرد یا کم کرد، خب بخشش به این برمیگرده که خب سر مار بزدش جمهوری اسلامی بره. خب ولی تا مادامی که جمهوری اسلامی هنوز نرفته اون چیزی که به ما برمیگرده، خب یک بخشش اینه که روشنگری کنیم، یک بخشش اینه که خب به همت سوشیال مدیا که راه افتاده جامعه داره گام به گام به جلو پیش میره. اما واقعیت اینه که اون تناقضی که همواره من اذیت میکنه اینه که چرا و چه کار میشه کرد که احزاب اپوزیسیون و این تلویزیون ها و تریبون هایی که تو سطح اپوزیسیون شنونده و بیننده زیاد دارن بتونن این موضوع رو بیشتر پوشش بدن به جای اینکه مثلا ایران اینترنشنال نصف خبرهایی که میذاره مربوط به لیگ برتر فوتبال ایران باشه. شما الان برید نگاه کنید از 50 تا خبرش 25 تاش مال لیگ برتر فوتبال ایرانه که توش حتی یکی دوتا هم به موضوع حضور زنان به استادیوم بیشتر نپرداخته، ولی همواره موضوعاتی مثل LGBTQ ها که الان حکم دو تاشون اومده و خب به همت مینا هدی کمپینی شکل گرفته و موضوعاتی مثل کودک همسری زیاد پرداخته نمیشه. وظیفه ما چیه و چی کار میشه کرد که این در واقع احزاب و این جریان ها بعضن از خواب غفلت بیدارشن و اونای دیگه به قول معروف بتونن این افکارشون رو تغییر بدن، منافع و در واقع اون سیاست های منفعت طلبانشون کنار بزنن، چه کار میشه کرد؟ این سوالم از هست از حمید طبایی عزیز. خیلی ممنون. من هم یه نکته بگم قبل از اینکه حمید طبایی به جواب بدن، عذرخواهی میکنم که مهمان ما چند دقیقه هست ساکت هستن. اگه اجازه بدید من این نکته رو بگم. پروی صحبتی که امیر کرد، چند وقت پیش در سوئد یه بروشوری از طرف اداره مهاجرت چاپ شد که اصلا عنوانش این بود که برای شمایی که با کودک ازدواج کردید. من الان در حقیقت این رو نشون میدم، گفتم دوستانی که برنامه رو تصویری میبینن از طریق یوتیوب این مزیت رو ما براشون قائل شدیم که در حقیقت میتونن تصاویری که ما نشون میدیم رو اینجا ببینن. من این بروشور دارم نشون میدم، نشونش اینفورماخونن تیل دی سومریفت مد بارنین، با اطلاعات برای شمایی که با یه بچه ازدواج کردید. اینو اداره مهاجرت سوئد در حقیقت منتشر کرده. ما میدونیم که یک نهادی که از نهادهای وابسته در حقیقت با حزب کمونیست کارگری هم هست، کودکان مقدمان بارنن فوشت، که الان اینجا کریم شاه محمدی هم در اتاق هستن که درود میفرستم بهشون، همچنین زرقا من میدونم مدتی فعالیت کردن، شاید به درجات نتونستن در داخل کشور سوئد نظر افکار عمومی رو جلب بکنن تحت همین عنوان مالتی کالچورالیسم که در این کشورها هست که امیدم توضیح داد، که به نوعی کودک همسری رو بخشی از فرهنگ مردم خاورمیانه تعریف میکنه و حتی بروشور هم چاپ میکنه، خیلی هم باهاش
به نظر میاد که مماشات میکنه. نظر شما چه هست همین تقویه؟ به نظرتون چقدر این مالتی کالچرالیسم فعالیت های ماها رو در حقیقت تحت تاثیر خودش قرار داده؟ من سخنم تمام، مرسی. بهار جان هستید شما؟ بله بله، من منتظرم جناب حمید صحبت کنن. هستید حمید؟ حمید تقویه بفرمایید. بله من ببخشید میکروفونم آف بود، الان امیدوارم صدام باشه. بله چندین سوال مطرح شده که من به این سوالی هم که الان میلاد مطرح کرد آخر کار میپردازم، ولی چند تا سوال مطرح شد هم اینجا به صورت تکست من دیدم، هم خب دوستان شفاهی گفتن. یه سوالی که تکست بود این بود که منظور از ما چیه؟ من گفتم ما، گفتم منظورتون چیه؟ منظورم همه نیروهایی هستن که مخالف جمهوری اسلامی هستن و به خصوص مخالف این جنایتی هستن که در حق کودکان روا میشه. من لزوما من کمونیست هستم، حزب کمونیست کارگری ایران، ولی منظورم فقط اسم ما یا حتی فقط چپ ها کمونیست ها نیستن، هر کسی که واقعا آزادی خواه، هر کسی که برای انسان و کرامت انسانی و برای زندگی ارزش قائله، خب نمیتونه این خبرها رو بشنوه، این جنایت رو شاهد باشه و خونش به جوش نیاد. من طرف خطابم از منظورم از ما اینا هست، ما باید مایی که به هیچ وجه نمیپذیریم این جنایت رو، باید علیهش بلند شیم، دست به کاری بزنیم، وگرنه این اتفاقی میفته که الان داریم میبینیم. کشور سوئد هم بولتن چاپ میکنه راهنما برای کسانی که همسر کودک دارن. این واقعا تهوع‌آوره، واقعا تکون دهنده است، باید مقابله این ایستاد. هم در ایران و هم در خارج کشور که دست بازتری داریم باید این رو تبدیل کرد به یک محکومیت جهانی. ببینید به نظر من این هم به اون اندازه سنگسار شنیعه، فجیعه، کثیفه، نمیدونم چی بهش بگم. من حتی نمیتونم بخونم این نوشته هایی، مثل همین حرفای گفتن اسمشو علیسه خزعلی، این معاون امور زنان رئیسی انسیه خزعلی، انیسه یا انسیه نمیدونم، بالاخره یک هر اسمی داره ایشون. واقعا وقتی حرفاشو میخونید نمیدید تا آخر بریم، چنان کثیف صحبت میکنید، مثلا اینکه در کشورهای دیگر هم هست یا علت فرقی داره، اینا رو ما الان صحبت میکنم. یا اینکه خیلی اسلام قوانین سختی گذاشته، خیلی سخته که صلاح دیده به صلاح پدر دختر تایید بشه. این مزخرفات چیه؟ شما مگه میتونید بگید که شما میتونید آدم بکشی به شرطی که مثلا پدرت صلاح بدونه؟ حالا این صلاح دیده خیلی سخته، اگه کسی اینو بگه خب شما میخندید بهش. اینجا وارد میشم، یه دوست دیگه گفتن بیشتر مسئله فقره، من اینو قبول ندارم. ببینید فقر ریشه خیلی چیز هاست، فقر ریشه دوستی هاست، فقر ریشه آدم کشیه. ولی آیا دولتی پیدا میکنید که بگه آدم کشی مجازه؟ دزدی هم مجازه، علتش فرقه. این که معلوم مسخره است. جمهوری اسلامی اینطوریه، یک جنایت که برسه صدها درجه از دزدی بدتره، در ردیف جنایت، واقعا جنایت، برسه این قربانیان مردگان متحرک هستن. دختر بچه‌ای که از 7 سالگی 8 سالگی شوهر کرده مرده متحرک، هیچی از زندگی نفهمیده، از نظر جسمی، از نظر روحی، از نظر روانی ابیوز شده، سوء استفاده ازش شده، مثل کالای جنسی رمخشو کشیدن و هزار یک جور لطمه بستدن. این از این جنایته. حالا این جنایت رو بگیم به خاطر فقر یا به خاطر هر دلیلی که صورت میگیره، جنایت رو باید ممنوع بشه دیگه. باید دولت، قوانین، ادبیات، رسانه ها، تبلیغات، همه علیه کودک همسری باشه. بعد اگه اتفاق افتاد حالا بریم فقرش رو چاره کنیم. تازه عامل از که فقر هم همین جمهوری اسلامیه که فقر رو تبدیل کرده به یک امر، یک مصیبت اجتماعی. ولی حتی اونم نبود. فرق اساسی هست بین دولتی که میاد مجوز شرعی قانونی بهش میده و رهبر عالی قدرش، امامش، برمیداره میگه چطوری با تفخیز و لذت جویی جنسی و در آغوش گرفتن و بوسیدن میتونید از کودکان سوء استفاده کنید، و دولتی که با تمام قدرت مقابله ایستاده و میگه این جنایت شنیه، باید مقابلش ایستاد. فرق اساسی بین این دوتا هست. بنابراین من قبول ندارم مسئله اجتماعیه، مسئله
فرق میکنه در آمریکا اینطوری باشه یا در سوئد که گفتن هنوز کودک همسری هست اینطور باشه، ولی قوانین اون کشور مخالف کودک همسری، اخلاقیات حاکم با اون کشور جرم میدونه، این رو به جنایت میدونه، مقابلشه. علارغم این به خاطر فرق یا هر چیز دیگه ادامه داره. ولی در کشوری که دولت باعث این امره، دولت دیگه، در ایران کودک همسری جنایت دولتی است، همین نقطه، تموم شد. فقر سنن عشیرتی غیر زمان شاه هم بوده، اینا پذیرفته نیست. بالاخره قانون در جمهوری اسلامی، نه فقط قانون، اخلاقیات حاکم، فلسفه زندگی، به کودک، به دختر بچه به عنوان کالای جنسی نگاه میکنه، این ریشه مسئله است. باید مقابل این نوع اخلاقیات، مقابل این نوع فلسفه، مقابل این نوع قوانین که گفتم برای 1400 سال قبل هم عقب مانده بود، باید مقابل این اسلام، این جرثومه، کثافت و شناعت و وقاحت و جنایت رو باید جمع کرد از جامعه. بعد کودک همسری هست، بسیار خوب، اون وقت برید ببینید ریشه های اجتماعی و مالی و اقتصادیش چی هست. ولی تا وقتی دولت و تبلیغات حاکم و اخلاقیات حاکم این رو مجاز میدونه، تا وقتی وزیر زنان دولت میاد میگه که بعد 9 سال رو حتما شوهر بدین، ما شکیف مردم هم معلومه این فاجعه رو خواهیم داشت. بنابراین من قبول ندارم که قضیه چیزی جز قوانین اسلامی و دولتی که این قوانین رو پیاده کرده الان این رو باید هدف قرار داد. ممنون. یک ذره تخفیف نباید داد در این مورد. نکته آخری که ببخشید بفرمایید. من الان تموم میکنم بذاتون. نکته آخری که میلاد گفت، بله، این درد درد نسبیت فرهنگیه، فلسفیه که به این دولت ها اجازه میده سازش کنن با جمهوری اسلامی و با اسلامیون، و گویا جنایت در حق کودکان جزء فرهنگ مردم کشور اسلام زده است. همینطور که قتل‌های ناموسی روشون رو اونور میکنن و با تخفیف به اشتباه میکنن، گویا قتل ناموسی جزی از فرهنگ اسلامیه. چیزی دروغی کثیف‌تر از این من نشنیدم تو سیاست، و اینو باید با تمام قدرت جلوش ایستاد. یک جبهه مبارزه ما، مبارزه با این نظریه فوق ارتجاعی نسبت فرهنگیه که فکر میکنه آدما تو دنیا اخلاقیات، فیزیک، تعریف از بدبختی و خوشبختی متفاوتی دارن. اون چیزی که جنایت گویا برای مشیت متمدن برای کشور اسلام زده عین گویا موهبته. این جوک مسخره شنی رو باید مقابلش ایستاد و جوابش داد. در حال یک بخش از مبارزه ما با همین بحث نسبت فرهنگی در کشورهای غربی هست. میبخشید یکمی طولانی شد. خواهش میکنم، ممنون هستم. من فقط یه مسئله بسیار مهم هم اضافه بکنم اینجا تا بعد بریم سراغ خانم شاپرک. یه مسئله بسیار مهم اینه که این کودکانی که خودشون آسیب میبینن مادرهای فردا میشن و خودشون دوباره کودکهایی رو پرورش میدن که آسیب دیده هستن. یعنی این چرخ همینطور به حالت دایره وار میچرخه و متاسفانه قربانی دوباره قربانی تولید میکنه، و برای همین برای آینده ایران یه امر بسیار بسیار مهمیه، جزء اولویت هاست که واقعا جلوگیری بشه از یه چنین مسئله واقعا غیر انسانی که چرز بکنم. واقعا کلمه واقعا نمیتونم برش پیدا بکنم. خانم شاپرک خوش آمدید، از شما میشنویم. درود به شما، سپاس از دعوتتون. من به همه دوستانی که روی استیج هستن در قسمت شنوندگان سلام عرض میکنم. راستشو بخواین من هرچی بخوام بگم رو جناب تقوایی گفتن، هم در مورد مسئله کودک همسری به خوبی بیان کردن موضعشون رو، کاملا درسته، هم در مورد مسئله اینکه در کشورهای غربی که خب سالهاست با این به هر حال فرهنگ ها و سنت ها اگر خودشون داشتن مبارزه کردن و در حال حاضر مردم این کشورها از موهبت به هر حال کشور قانونمند بر مبنای
آخرین دستاوردهای حقوق بشری دارن استفاده میکنن. در این حال ما تو سالهای اخیر میبینیم که در مورد مهاجرین یک رفتار دوگانه انجام دادن. این برای من هم قابل قبول نیست. چطور زمانی که به هر حال یک فرد مهاجر میخواد شهروند اون کشور بشه، خب به هر حال سوگندی میخوره که به قوانین اون کشور تابع قوانین اون کشور هستش. در این وقتی که سوگند میخوری که تابع قوانین این کشور هستی، بنابراین نمیتونی بحث از سنت بشه و دوباره حقوق بعضی از انسان‌ها زیر پا گذاشته بشه به خاطر اینکه در اون فرهنگ سنتی، در اون کامیونیتی‌های حالا یا مذهب زده یا سنت زده دارن زندگی میکنن، که بالاخص ما این نقض حقوق بشر رو در مورد زنان، در مورد کودکان و در مورد جامعه LGBTQ+ میبینیم که ممکنه که این فرد در کشوری که زندگی میکنه کاملا پذیرفته بشه به عنوان یه انسان، ولی در کامیونیتی خودش مورد تهدید قرار بگیره و چه بسا که کشته بشه. در مورد زنان هم همینطور، آزادی زنان به عنوان یک انسان و آزادیشون بر بدنشون در کشور ممکنه که توسط قوانین شناخته شده باشه، ولی شاهد این هستیم که میبینیم که اتفاقای افتاده که اون زن حتی جان خودش رو از دست داده به خاطر که نخواسته اسیر سنت های به هر حال اون جامعه فرهنگی که جامعه کوچیک فرهنگی که توی زندگی میکنه باشه. و همچنین در مورد کودکان دختران در اون سرزمین حق و حقوقی دارن و اینکه بخوان با توجیه نسبت فرهنگی بخوان این نقض حقوق بشر رو توجیه کنن و در این حال کشورهای غربی هم در خیلی از موارد می‌بینیم که دارن مماشات میکنن، به نظر من بسیار ترسناکه. و کسانی که اتفاقا از اون جوامع اومدن تلاشی که میکنن بسیار با ارزشه. من امروز حالا زیادم ربطی ندارم، امروز یه مصاحبه خیلی کوتاه از خانم یاسمین محمد دیدم، نمیدونم حالا میلاد که میدونم فکر میکنم بشناسدش، که زنی هستش اکس مسلم که در کشور کانادا بر ضد حجاب فعالیت گسترده میکنه و به قشنگی میگفت که اسلامگرایان کسی مثل سلمان رشدی یا کارمندان دفتر شالی عبدو رو به صورت فیزیکی حذف میکنن و در دنیای غرب بقیه کسانی که دارن در مورد موارد زن ستیز دین اسلام روشنگری میکنن و به خاطر اینکه نمیخوان تابع قوانین ضد زن دین اسلام باشن از این دین خروج میکنن و زبانی که میخوان صحبت کنن و از آزادی بیانشون استفاده کنن، اون وقت اسلامگراها به بهانه آزادی بیان با انگ اسلاموفوبیا این افراد رو به نحو دیگه‌ای ساکتشون میکنن، یعنی یک قتل انجام میدن، اونم قتل فکر و عقیده و آزادی بیان، اون هم با بهانه آزادی بیان، با بهانه آزادی مذهب. و این کاری که داره در کشور غربی انجام میشه و ما میدونیم که یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی یا بقیه جوامعی که به هر حال دارن، یکی از مسائل اسلام همین کودک همسری هستش که به هر حال به طرق مختلف دارن توجیه میکنن و وظیفه کسانی که از همون جوامع اومدن و در اون کشورها زندگی میکنن اینه که با این پروپاگاندایی که وجود داره مبارزه کنن. سپاس، من بسیار لذت بردم از صحبت آقای تقوی. ممنون از شما شبرک عزیز.
دوستان عزیز، هر کس که موردی هست میخواد که شیر بکنه با بقیه، اگر سوالی هست تشریف بیارید بالا. اگر که دوست داشتید روم رو شیر بکنید. و این که من دوباره تکرار میکنم، از این هفته هر دوشنبه در کلاب اکس مسلم ما سعی میکنیم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که از کلاب هاوس، از این کلاب پخش میشه و روی پلتفرم های دیگه هست که اون رو میلاد براتون بعدن توضیح میدن. جناب امیر خوش آمدید. مرسی. سلام، امیدوارم صدای منو خوب داشته باشید. با سلام به گردانندگان این کلاب هاوس و باشندگان و امید تقوایی عزیز، خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم که بعد از مقاله‌ای که حمید تقوایی گرامی نوشته بود در فیسبوک یا در رسانه‌های به قول معروف اجتماعی، خیلی خوشحال شدم. منتظر بودم که آقای تقوایی در این رابطه کودش همسری در کلاب هاوس هم باشن که به قول معروف به طور زنده تر و ملموس‌تر راجع به این مسئله خیلی مهم صحبت کنن. جنایت، یعنی یک جنایت آشکار قانونی توسط یک حکومت غیر قانونی. من یک نکته ای دارم امیر جان. من یک نکته فقط بگم، ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم. در این نکته این اشاره میکنم امیر جان، یه لحظه صحبت اجازه بدید. امیر عزیز یه دقیقه صبر کنید. من شعر کوتاهی داشتم. نه نمیخوام، شما ادامه بدید. من فقط یک نکته میخواستم بگم، حتما صحبت شما رو میشنوم. من دارم صحبت میکنم. من دارم صحبت میکنم امیر جان. ما برنامه‌مون اتفاقا همین هست. نمیدونم کسی هست صحبت میکنه. بله من دارم صحبت میکنم، شما صدای منو نمیشنوید امیر جان. یه دقیقه اجازه بدید. من اجازه داشتم تو صحبت کنم. بس من قطع کنم. صبر کنید، من می‌خواستم این نکته بگم. حتما به شما وقت میدیم که صحبت کنید. کمی صبر کنید امیر جان، صبوری به خرج بدید. من می‌خواستم پیروی صحبت شما، من چون شما رو می‌شناسم به خودم جرأت دادم بیام وسط مایکتون. ما برنامه داریم از این به بعد دوستانی رو که شاید خیلی در کلاب هاوس فعال نیستن از جمله حمید تقوایی رو بیشتر دعوت بکنیم. این نکته‌ای که شما گفتید نکته درستی هست و حتما سعی خواهیم کرد که این قول رو اینجا ما میدیم که حمید تقوایی رو بیشتر تو کلاب هاوس داشته باشیم. عذر می‌خوام امیر عزیز، صحبت شما رو قطع کردم. بفرمایید ما بقیه صحبتتون. نمی‌دونم امیر هستن یا جناب امیر عزیز. بفرمایید. بله من متوجه نشدم که جریان چی بود. فکر کردم که داخل کلاب هاوس با حمید تقوایی عزیزم هستم. به خلاصه گفتم این نکته رو بگم. نکتم اینه در رابطه با فیزیکال بودن، یعنی چیز جسمی کودکان در رابطه با تجاوز جنسی، حالا به طور قانونی که پدر هم به قول معروف رضایت بده، اما بالاخره میدونم در این رابطه زنان و متخصصان بیشتر صاحب نظر هستن و کمتر اشاره شده در این رابطه. و اونم اینه، من همیشه چیزی گفتم، دلم برای عایشه میسوزد. حالا این عایشه تنها عایشه اصطلاح کسی نیست که فقط محمد بهش تجاوز کرده در سن 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، بلکه توسط پیغمبر اسلامی ها مسلمان ها. در این رابطه خوبه یه اشاره هم بشه یا کسانی که میخوان صحبت کنن این نکته رو بیشتر روش فوکوس کنن، روش به قول معروف بیشتر دقت کنن. و اون رابطه یک مرد هستش با یک کودکی، با یک کودکی که هنوز از نظر جسمی مسئله واژن این کودک هنوز نه تنها آمادگی نداره، بلکه حتی برخورد با یک مثلا فرض میکنیم داره میدره، داره بازی میکنه، فلان میکنه، خیلی حساسه نسبت به این مسئله. و این مسئله هست که جنایتکاران اسلامی و این قوانین شریعت توجه نمیکنن که این فاصله بین واژن و مقعد اینقدر کم هستش که پس از تجاوز به این کودکان، اینها نه تنها از نظر روحی و روانی بلکه از نظر فیزیکالی سالها درگیر یک بیماری های مختلفی هستن که الان من نمیخوام راجع به اون بیماری ها و حساب زخم ها و اون حساب درد ها اشاره کنم. و این نکته مهمیه که لطفاً میخوام از خیلی ها به این مسئله اشاره کنن تا این جنایت آشکار قانونی اسلامی قرآنی
بیشتر پاشه کار بشه و ما بتونیم هر چه زودتر قانون که چرش کنم این به قول معروف تجاوز آشکار رو ما از بین ببریم. تشکر از شما، خیلی ممنونم. مرسی. ممنون از شما. فقط مایکتون رو اگر که میشه ببندید. امیر عزیز بسیار مسئله مهمی رو گفتید، من فکر میکنم شما نبودید داخل روم، من به این اشاره کردم که کودکانی که هنوز جسمشون درست شکل نگرفته، رشد نکرده، اینها با عمل دخول که بهشون انجام میشه میتونن که پارگی واژن پیدا بکنن، موقع بچه به دنیا آوردن میتونن که جون خودشون رو از دست بدن و کودکی که خودش هنوز رشد نکرده باید بچه به دنیا بیاره، باید بچه رو شیر بده، مسئولیت قبول بکنه، افسردگی بعد از زایمان بگیره و بخواد تمام اینها رو مثل یک بزرگسال بگذرونه. و من فکر نمی کنم که کودکی که یک چنین چیزهایی رو بگذرونه هیچ وقت دیگه زندگی نرمالی بتونه داشته باشه تا آخر عمرش، حتی اگر بعد بهترین چیزها رو براش مهیا بکنیم. و این فقط یکی از مواردی هست که دوچارش میتونن بشن. معمولا کودکان با کودکانی که مشکل مالی دارن وصلت میکنن با خانواده هایی که خب از نظر فرهنگی متاسفانه پایین تر هستن و این کودکان مورد ضرب و شتم هم قرار میگیرن، چه از شوهر خودشون چه از خانواده شوهر. و حالا میگم مشکلات بسیار بسیار دیگه که و اگر فرصت شد در موردش صحبت میکنیم. اگر دوستان دیگری هستن دوست دارن که صحبت بکنن تشریف بیارید بالا. جناب امیر هستید شما؟ جناب امیر آقا جان من توصیه میکنم بعد از امیر، امیر جان یه لحظه اجازه بدید، امیر جان یه لحظه صبر کنید. من بعد از این دوست عزیزمون امیر هاشمی اجازه بدید حمید تقوایی صحبت بکنن. من یک سوال بسیار مهم دارم، چون با توجه به اینکه یک ساعت و نیم قرار هست این اتاق باشه، حمید تقوایی باید جایی باشن بعدش، الان یک ساعت و پنج دقیقه هست. یه سوال بسیار مهم دارم به اضافه جنبندی که اون رو هم بتونیم توی این 25 دقیقه باقی مونده انجام بدیم، ممنون میشم. مرسی بهار عزیز. خواهش میکنم، ممنون. پس جناب امیر هاشمی تشریف دارید، از شما بشنویم. بله خواهش میکنم. بفرمایید. سلامت باشید. یه لحظه. خب خسته نباشید میگم و تشکر میکنم از این رومایی که برقرار میکنید و در راستای آگاه سازی جامعه و اینکه جوان ها چه آقایون باشن چه خانم ها. خب این تایتل که صحبت کودک همسری تجاوز شرعی، وقتی دختر یا پسر فرق نمی کنه دوتاشون وقتی به اون بلوغ جنسی و جسمی و عقلی و منطقی وقتی هنوز نرسیدن، کامل نشدن، دیگران وقتی که برای اونا تصمیم گیرنده میشن به اینا یا همسر انتخاب میکنن یا شوهرشون میدن، در واقع یه موقعی میبینید خب توی کشور یا بیشتر توی جهان سوم این اتفاق ها میفته، تو خاورمیانه تو آفریقا اینا رو ما خیلی داریم شاهدش هستیم. واقعا این یک نوع حالا تجاوز که بالاتر میشه گفت، یه جوری قتل، جنایت علیه بشریت حساب میشه که چطوری بچه‌ای که 7-8 سالش آخه باید بره عروسک بازی کنه، بره کوشخ یا اون دوچرخ سواریشو کنه، مهمونیشونو بدن کنار خانواده باشه، دسته یک آدمی بدن بده از این استفاده ابزاری جنسی بخواد. این یک جنایته، من فکر نمی کنم تجاوز حساب بشه، فقط این هستش متاسفانه. من کاملا با این مسئله مخالفم. حالا تو ایران که خیلی هم اتفاقا داره میفته، دوچرخه سواری خانوما نمیتونن بکنن، خانوما الان حقشون خورده میشه،
الان خانمهایی که من میبینم بنده خدا توی این قوه قضاییه در رفت و آمد هستن، مهریه شونو بعد از چند یه سال دو سال این همه هر روز میرن این پیش این وکیل پیش اون وکیل، خود نگاه های وکیل ها اکثرا میبینید نگاه های جنسی به این خانم ها، بعد مهریه شونو تونستن نصفشو بگیرن. الان خانمی داشت صحبت میکرد توی روم میگفت من پارسال ازدواج کردم الان مهریه‌ام گذاشتم اجرا حدوداً 8 میلیارد میشه 4 میلیارد موفق شدم بگیرم، یعنی 4 میلیاردش الان تو هواست. خب این خدا رو خوش نمیاد. ببینیم تو ایران حق خانم ها کلا خورده شده توسط مردها، نظام مرد سالاری رو به افول و قدرت در دستان خانم ها داره میفته. من شنیدم از دوستان که میگن که الان بیشترین الان خونه ماشین اسناد مداره که الان ثبت شده تو کشور به نام خانم ها صورت گرفته، یعنی این قدرت خانم ها رو زن ها رو نشون میده که چطوری دارن حقشون رو از این مرد ها میگیرن. این خیلی باعث خوشحالی میشه که البته خب قانون هم داره کمک میکنه، این قوانینی که تو کشور هست کمک خانم ها هست تا حدودی. من خوشحالم استادیوم هم تازگی ها دارم میرن برای تماشای فوتبال، اینم باعث خوشحالیه و یه سری اتفاقا داره میفته، حسی این دارن زنها رو خانمها رو دارن میبینن تو جامعه تو کشورم، این باعث خوشحالیه. خیلی ممنونم گوش کردید صحبت های من، سپاسگزارم. خواهش میکنم. من فقط یه نکته ریز بگم بیاد فکر کنم کامنت هم شفرت جان داشت، باید بریم میلاد. ببینید من خودم شخصا، نظر خود من شخصا، بعضی از دغدغه ها و مشکلاتی که وجود داره و واقعا بعضی ها ذوق میکنن از این که الان مثلا خانم ها میتونن برن ورزشگاه و این یه دستاورد مهمه، یا خانم ها الان میتونن نمیدونم دوچرخه مثلا بخوان سوارشن توی پارک دستاورد مهمه. من واقعا اینها رو اتفاقا یه مقدار بازی بازی میبینم. انقدر مسائل مهمتری هست که بهش رسیدگی نمیشه و انگار که یه تیکه کوچیکی رو میندازن جلوی ما که بگن بیا فعلا با این سرت گرم بشه که نخواهیم بپردازیم به مسائل بسیار بسیار مهمتر. من خودم شخصا میرم معمولا برای اصل پایه مسائل، نه این که حالا برم داخل پارک دوچرخه سواری بکنم و دیگه خوشحال بشم از این موضوع. و واقعا اینا رو خوشبینی، یعنی خوشبین نیستم وقتی که چنین چیزهایی رو میبینم داره اتفاق میافته. شاپرک عزیز سپاس. من امیدوارم آقای امیر رو میگوارم تو روم باشم. من در مورد مسئله اتفاقهایی که داره برای زنان میفته میخواستم بگم، اولا که اگر قانونی تغییر بکنه که نکرده تا الان، کردیتش برای جمهوری اسلامی نیست. البته آقای امیرم همینه گفتن. در ثانی مسئله مهریه که زنی که بتونه مهریه رو بگیره، من فکر نمی کنم زنان ایران خواستار گرفتن مهریه شون باشن در هنگام طلاق، بلکه مسئله که مهم هست این باشه که زنان در اجتماع سهم برابر در مشاغل داشته باشن، یعنی بتونن از سهمیه برابر شغل در جامعه استفاده کنن که بتونن استقلال داشته باشن. در کنارش در هنگام ازدواج، زمانی که میخوان در هنگام طلاق، زمانی که میخوان جدا بشن، خواستار این هستن که اموال به صورت برابر تقسیم بشه که زنی احتیاج به مهریه نداشته باشه. اگر ما در زمینه حق طلاق، در زمینه ارث، در زمینه حق حضانت و حقوق برابر از نظر سهیم شدن در بازارش کار ما به برابری برسیم، من فکر نمی کنم هیچ زن ایرانی خواستار گرفتن مهریه، یعنی مهریه طلب کنه. همونطور که می دونین درصد بالایی از زنان ایران تحصیل کرده هستند، ولی سهم بسیار کوچکی در بازار کار و اقتصاد ایران دارن و همچنین سهمشون در سیاست
حتی ناچیز هم نمیتونیم بگیم باشه، چون اون زنانی که در سیاست نقش دارن در حقیقت اون زنان حکومتی زنانی هستن که با نسبت‌های خانوادگی و این شغل‌ها رو دارن، این مناصب رو دارن و در واقع اسم یکیشون همینجا آورده شد، الان حضور ذهن ندارم، و در واقع اینها بلندگوهای فرهنگ مردسالار و جامعه و حکومت زن ستیز هستند. بنابراین زنان به صورت عادلانه هیچ سهمی در سیاست در رژیم جمهوری اسلامی ندارند و به خاطر قوانین شرعی هیچ سهمی هم در اجتماع ندارند. اگر زنان بتونن به برابری برسن از سهمی که در اجتماع دارن، سهمی که در زندگی مشترک، زندگی زناشویی دارن، یا زمانی که با کسی رو با کسی پارتنر هستن و دارن زندگی میکنن، و در همینطور در مورد ارث ما متوجه میشیم که اون موقع میتونیم از این صحبت کنیم که زنان چقدر حالا سهم دارن از ملک و املاک. من نمیدونم چه آماری هستش که نشون میده زنان سهم بزرگی از ملک و املاک و دارایی ها رو در ایران دارن. به نظر من بعیده، من نمیدونم، فکر نمی کنم، نمیدونم، من نمیتونم اینو قبول کنم مگر اینکه یک داده آماری ثبت شده ببینم که زنان سهم بیشتری از دارایی ها و ملک و املاک در ایران رو داشته باشن، که در جایی که الان میبینیم که اصلا ثروت کشور در حقیقت در چنگ سران حکومت و سپاهیان هستش و روز به روز دارایی های مردم عادی، حتی مردان هم داره کوچیک و کوچیکتر میشه. و در مورد این ورودشون به ورزشگاه ها باید بگم که از در وهله اول باید تشکر کنیم از تمام زنان و فعالین زنی که در تمام این سالها تلاش کردن برای اینکه بتونن روشنگری کنن و با سر و صدا فیفا رو متوجه این نقض قوانینی که خودش داره متوجهش بکنن، که دست از چشم پوشی برداره. و من فکر نمی‌کنم هنوز هم زنان سهمی در رفتن به استادیوم‌ها دارن، چون تعداد محدودی زن راه میدن در یک سکوی به خصوص، ولی در همین دوتا بازی هم دیدیم زنان چطور در اون محیط با شجاعت خودشون رو نشون دادن. اگر روزی شما میتونین از این به عنوان یک واقعی خوب یادآوری کنید که بدونه در نظر گرفتن جنسیت هر ایرانی بتونه بلیت خریداری کنه و به داخل ورزشگاه بره، همطور که سینماها رو نتونستن کاری بکنن و سهم برابر در استفاده از سالن سینما یا تئاتر رو زنان و مردان دارن، هر وقت ورزشگاه های ما هم به اون موقعیت رسید که فارغ از جنس و جنسیت هر ایرانی بتونه بلیت خریداری کنه و بتونه از جایگاهی که بلیتش پولش رو داده در یک ورزشگاه استفاده کنه، ما میتونیم بگیم که ما موفق شدیم که متحجرین اسلامی رو در زمینه ورود بانوان به استادیوم عقب بکشیم. ولی حتی ورود بانوان به استادیوم در اون زمان هم هیچ نشونه ای از تغییر رفتار رژیم در زن ستیزی نخواهد بود. زمانی که هنوز بیلبوردهای اون کشور، هنوز تابلوهای بازرگانی در خیابونها و بزرگراهاش توش ترویج زن ستیزی و ترویج خشونت علیه زنان هستش و از ناموس و ناموس پرستی صحبت میشه، ما نمیتونیم هیچ کردیتی به این رژیم جمهوری اسلامی بدیم یا بگیم که قوانین داره تغییر میکنه. ممنون از شما، متشکرم. میلاد عزیز مرسی، خیلی ممنون، وقت زیادی هم نمونده، همین تقویه هم چند دقیقه هست که ساکت هستن. زرقام میخواست یه صحبتی بکنه، زرقام وسطی بود رو استیج ولی رفت، نمیدونم زرقام عزیز اگر هستی تو اتاق من حتما به شما وقت خواهم داد اون اصلاحیه که مد نظرتون بود رو بگید. من این سوال رو حتما میخوام بپرسم چون به نظرم سوال مهمی هست. ببینید بروبیای نواندیشان دینی در کلاب هاوس هم خیلی داغ هست، میان مناظره میکنن و غیره، و احتمالاً اگر الان در این اتاق حضور داشتن این نکته رو مطرح میکردن که
در صورت ما قرائت هایی از اسلام رو داریم که مخالف این در حقیقت کودک همسری هست، شما چرا اون قرائت ها رو نمیبینید و سعی نمیکنید اون اسلام رفرم شده رو در مقابل اسلام لیترال سنتی قرار بدین؟ حتی بعضا میان اشاره میکنن به داده های تاریخی که بعضا میگن مثلا عایشه 17 سالش بوده، 18 سالش بوده، 15 سالش بوده، خود پیغمبر هیچ وقت کودک همسری به اون عبارت نکرده. بعضی میخوان نتیجه بگن که این بخشی از اسلام نیست، مسئله سیاسی هست، مسئله حکومت آخوندی هست. پاسخ شما به این نوع اندیشان دینی چه خواهد بود؟ به پایان برنامه هم طبق قراری که داشتیم 13 دقیقه وقت داریم، برای همین من فکر میکنم جمع‌بندیتونم اگر ارائه بدید حمید تقوایی خیلی خیلی ممنون میشم. مرسی، من تمام. مایکتون بست، بفرمایید. الان نوبت منه؟ بله بفرمایید، مایکتون بست. بله خیلی ممنون. من اولی نکته رو بگم سر صحبتی که این شد اینجا شد، بعد به سوال میلاد عبی پردازم و یه خلاصه هم به عنوان جمع‌بندی میگم. این که ببینید گفتن مثلا شرکت زنان در ورزشگاه ها، در استادیوم ها، دو شرط سواری، حجاب و غیره اینها داره شل میشه یا بالاخره به نفع زنان در تغییراتی داده میشه، به نظر اینا مهمه، ولی اینا دستاورد اعتراضات مردمه که هنوز هم به دست نیومده، فقط به جمهوری اسلامی عقب نشینی های تحمیل شده. در زمینه حجاب این کاملا روشنه که اینا هنوز همین اخیراً اعلام کردن که 300 نفر از فعالین از رؤوس مثلا شبکه های ضد حجاب و جمهوری اسلامی بازداشت کرد. این رو یکی از این مقامات گفت. خب میگم چنان گسترده است که اینا خودشون اعلام کردن به ازار یک زمان که در زمین حجاب شکست خوردن. بنابراین این حتی اگر حقوقی یا اندازه از بخش کوچکی از اون چه که زنان در این عرصه میخوان انجام شده، این فقط فقط به قدرت اعتراض مردمان روی گفتن، همطور که سنگسار عملا ما مردم با مبارزاتمون متوقف کردیم. جمهوری اسلامی این کار رو نکرد، هنوز هم به طور قانونی سنگسار رو ممنوع نکرده هست، اونتا عملا میترسه از قدرت اعتراض مردم. در خیلی موارد هم اینطوره، ورود استادیوم ها هنوز چیزی نیست. در یک استادیوم میدونم 100,000 نفری یا چند ده هزار نفری 500 تا زن رو راه دادن، اون هم در محبته خودشون. به قول دوستمون شاپرک، هر وقت زن و مرد تونستن مساوی مثل همتی که سینما میرن یا تو پارک میرن قدم میزنن، گرچه تو پارک هم مزاحم میشن، ولی هر وقت تونستن مثل کشورهای غربی برن از اینا استفاده کنن، اون موقع میشه گفت یه دست تازه مبارزه مردم دستاورد داشتن که جمهوری اسلامی لطفی کرده. این حکومت اگه با حال خودش بگذارید جامعه ایران رو تبدیل کرده به قتلگاه زنان. اینطوری میتونم بگم اگر تا حالا نتونسته خیلی از قوانین فوق ارتجای اسلامی پیاده کنه، به خاطر اینکه با مقاومت مردم روبرو بوده، از جمله همین آپارتاید جنسی که دارن مردم لااقل ترک میندازن درش، دارن به شکستش میکشن. وگرنه این حکومتی بود از داعش و طالبان بدتر، همشون همین جنسن. بستگی میداره که جامعه چقدر بهشون اجازه بده که تبعهششون رو گسترش بدن. اما سوالی که میلاد مدرکن مهمه که چون میگن قرائت های مختلفی از اسلام هست، این تفسیر آخونداست. ببینید اولا اسلام فقط این احکام نیست که بگیم فقهاش دادن یا خمینی گفته، اینا خودشون میگن فقها در چارچوب قرآن فقط میتونن حکم بدن و اینا در چارچوب قرآن. اسلام مثل خیلی از مذاهب آیه‌های مختلفی داره، پس به این داره که آیا محمد در اپوزیسیون بوده یا در قدرت. وقتی در اپوزیسیون بوده آیه‌هاش همه این هست که لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست و غیره و غیره. وقتی به قدرت رسیده سر یهودیانو زده، حتی به صاحبان کتاب که در اسلام به اصطلاح به رسمیت شناخته میشن اونها رو بهشون انواع توهین ها کرده، کشته، زده، بسته، همه کاری کرده. بنابراین این که به کدوم اسلام رجوع میکنیم امر خود اسلامیونه، ما کاری نداریم. بالاخره کتابی هست که بخش اساسیش ضد زنه، بهشت به مردان وعده داده میشه نه به زنان، برای زنان هیچ موهبتی در بهشت گفته نشده. حتی غلمان هم که گفته میشه برای مردان هست نه برای زنان در بهشت. مثلا زن قابل آدم قابل داخل آدم نیست و بچه در ردیف احشام. واقعا
ببینید در اسلام حکم تجاوز به گوسفند و شتر هم هست، که خمینی راجعش رساله داره، در مورد بچه هم هست. یعنی چنان قضیه شنیه که از دیگه به این آیه مربوط نیست. یک نوع تفکر، یک نوع فلسفه، یک نوع جهانبینی در اسلام هست که زن رو کالای جنسی مرد میدونه. در حجاب اینو میبینید. حجاب چیه جز بسته‌بندی زن برای که چشم نامحرم ازش دور بشه؟ یعنی میبخشید این توهینه، ولی واقعا اینطوریه. یعنی تا پول این کالا رو ندی حق استفاده ازش نده، ولی شوهر میتونه هر کاری بکنه. در قوانین اینجا تجاوز جنسی حتی در مورد شوهرانی هم که بدون میل زن باهاشون همخوابگی میکنن قانونا اینو به رسمیت شناخته و اینو تجاوز میدونه. در اسلام برعکس، اصلا زن حق طلاق نداره، بدون اجازه شوهر حق ازدواج نداره، بدون اجازه پدر، بدون اجازه شوهر حق مسافرت نداره، حق تعیین شغل نداره، حق حضانت نداره، حق هیچ چیزی نداره. اونجا هم که حقی داره در زمین مالی، ارث و غیره، نصف مرده. خب این حالا به قرائت مربوط میشه. کل اسلام فلسفهش اینه. چه اصراری هست شما بیاید یک جهانبینی مرد سالار ضد زن ضد کودک جنایتکارانه 1400 سال قبل رو رفرم دارش کن؟ اگر بس از رفرم هست، ببین از انقلاب کبیر فرانسه در عقل شروع کنید، از 300 سال قبل. چرا ما رو میبرید به 1400 سال قبل که در همون زمان تمدن خیلی از کشورها از مناسبات شبه جزیره عربستان بسیار جلوتر و پیشرفته تر بود؟ که تازه همون تمدن ها امروز تمدن های اصل بردهداری هم هیچی شما قبول نداره. بنابراین این قضیه که این اسلام قرائت دیگری است، میخواد از در دیگری باز دوباره همین جهنم اسلامی رو برپا کنه، حالا تحت نام اسلام به اصطلاح پروتستان. خب مسیحیت پروتستان کاتولیک بند به یک اندازه تو قرون وسطا کشتن و زدن و بستن و جنایت کردن. پروتستانیسم با انقلاب سنتی روی کار اومد. ولی چه اصراری شما برید در دنیایی که میشه در واقع پیشروترین نظرات، انسانیترین نظرات اتئیسته، نه تنها اتئیسته، آنتی‌تئیسته، ضد خداست، به خاطر که خدا جرثومه و مظهر و نماینده تمام این وحشیگری است که در طی قرون و اعصار و قرون به بشریت تحمیل شد. خب بذارید کنار خدا را، چه برسه بگی که بخواد حالا مسئله مثل اسلام رو که از هر پنجهش خون میریزه رو بیاد رفرمش کنید. بذارید کنار داستان رو و مبلغ اتئیسم باشید، مبلغ آنتی‌تئیسم باشید، کاری که ما کمونیست‌ها داریم میکنیم. در حال این بحث من در مورد قرائت دیگری از اسلام، به نظر من اسلام قرائت خوب و بد نداره. در کل خودش، در روح خودش، در ماهیت خودش ضد زن بر مبنای قبایل عشیرتی که از اون سر بلند کرده، جوامع عشیرتی قبیله‌ای، خانواده مهمه، پدر میتونه در اسلام پسر رو بکشه، دیه هم نده، جایی هم که میده نصف دیه دیگه باشه. اگر برده ای کشته میشه باید از قبیله مقابل برده رو کشت، اگه قاتل آزاد باشه. اگه زنی زن جنایت میکنه باید زنی رو کشت، مردی جنایت میکنه باید مردی رو کشت، مستقل از اینکه قاتل کیه. اینا همه تو فقه اسلامیه، تمام قوانین اسلامی اینطوری. جنایت درش امر خصوصی است، یعنی با دیه رفع و رجوع میشه، ولی ازدواج امر عمومی است. شما نمیتونید بنا به میل خودتون طلاق بگید چون قوانین شرعی اجازه نمیده، ولی اگه شما رو بکشن و پدرتون رضایت بده مهم نیست. یا میگم همه چیز برعکسه، همه چیز سر و ته است، به خاطر اینکه عشیره مبنا بوده، جنایت فردی مطرح نبوده، جنایت قبیله ای علیه قبیله دیگه مطرح بوده. اینجا رو بحث قوانین قضا نیست، امیدوارم در یکی از این کلاب هاوس هایی که الان میراد اشاره کرد یه بحثی در قوانین قضا هم داشته باشیم تا معلوم بشه داستان سر روایت ها یا قرائت ها یا تعابیر مختلف نیست، دعوا سر یک دیدگاه دوره ما قبل قرون وسطای اصل بردهداری و عشیرتیه. بس اونجاست، فلسفه زندگی، نگاه به انسان، نگاه به جامعه از اونجا نشأت میگیره. اون موقع جامعه مدنی در کار نبوده، حقوق فرد مطرح نبوده، حقوق قبایل در انتقام و انتخاب پیشی از هم دیگه قصاص، یعنی همین. و زن هم اینجا میشه معامله، جنس کالایی که معامله میکنن بین قبایل دیگه، دختر میگن دختر میگیرن. در کردستان هنوز اصلاح زن به زن داریم، یعنی یک قبیله یک ایلی زنیو میده زنیو میگیره، درست تهاتر
معامله کالایی واسن میشه. وقتی مهریه و نفقه و غیره میدن دیگه پول با پول این کالا رد و بدل میشه. این داستانه و این رو به نظر من با تعابیر مختلف و غیره نمیشه توجیه کرد. این در این در مورد این سوالی که میلاد کرد، در حال جنبندی من خیلی خلاصه بگم، من تقریبا همه حرفا رو زدم. جنبندی من به طور خلاصه این هست که در قوانین اسلامی و در جمهوری اسلامی زن در همه موارد متعلق به مرد برده جنسیه و فقط از سر تمتع جنسی بهش نگاه میشه، از شیرخوارگی به قول آقای خمینی تا بزرگسالی و بعد از بلوغ همه جا متعلق به مرد، متعلق به مردان خانواده، متعلق به شوهر. ارزش مصرفش هم تمتع جنسی مرد از زن، لذت جویی جنسی، و این لذت جویی با دقت تعریف شده، حتی اینکه دخول تا کجا انجام بشه، کجاش خوبه، کجاش بده، تو چه سنی، اینا رو مطرح کرده. تمام اینها در قوانین اسلامی هست، در فقه اسلامی هست، بر مبنای آیات و روایات هست. خود پیغمبر پدوفیل بوده، عایشه 18 سالش بوده رو از خودشون در آوردن، همه دارن میگن عایشه 6 سالش بوده، بازم برای مصلحت اون موقع اجازه داده. میگن محمد چند هزار صیغه و زن و غیره داشته، نمیدونم، ولی برای متحد کردن قبایل عرب این کار میکرد. این داستان کلاشهری سر چیز برای متحد کردن قبایل عرب به دختر بچه هاشون تجاوز میکرد، این داستانه. خب این در واقع مسئله کودک همسانی که امروز صحبت کردیم یک گوشه کوچکی از این پازل عمومی اسلام ضد زن هست و در قضیه حجاب خیلی هم این جالبه، یعنی تناقض، این آیرونی قضیه اینجاست. حجاب برای عفت زن خیلی مهمه، ولی همین زنی که با حجاب بعد عفتش بشه رو از 6 سالگی میشه داد به مرد دیگه که بهش تجاوز کنه، اون اصلا قضیه عفت و غیره اونجا وارد میشه. میخوام بگم اخلاقیات سر و ته و کاملا ضد انسانی که اسلام داره، مجموعه اینها به ما رو توجه میده، ما رو موظف میکنه که علیه تجاوز شرعی به کودکان، به قول دوستی بعدش گفت جنایت، تجاوز هم هنوز کلمه رو نمیرسونه، جنایتی که علیه حق علیه کودکان در ایران هر روز جاریه، که هزار یک عارضه فیزیکی، اجتماعی، پزشکی و غیره داره، علیه این باید فریاد زد. دنیا باید متوقف بشه، همه باید از حرکت بیستن. وقتی میدن توی یک جامعه 8 میلیونی در عرض 3 ماه ثبت شدهش، نزدیک 10,000 کودک که قربانی شده و غیر ثبت شدهش دیگه نمیدونم، 10,000، 100,000 کودک قربانی میشه. این نه به فقر مربوطه، نه به سنت های مردسالانه مربوطه، نه به جواهر سنت های روستایی مربوطه. در کشوری که دولتش و قانونش از این حمایت میکنه، آمده است اینجاست. این رو بزنید بعد برید زمینای اجتماعی شامل میکنید، ولی تا وقتی این هست مسئله اینجاست. مسئله یک دولتی، همسر کودکی در ایران جنایت دولتی است، باید این دولت رو به زیر کشید و تا وقتی به زیر کشیده نشده باید در این عرصه چنان تعرضی بهش کرد که جرأت نکنه دیگه بیاد در بالای منبر و قانون و فتوا و غیره این رو جار بزنه که بله اگر پدر رضایت بده این بلا مانع است. باید جلوی اینو گرفت. من امیدوارم که این بحثا بتونه یک حرکت اجتماعی خیلی تعرضی و کوبنده تبدیل بشه علیه کودک همسری و علیه تمام قوانین ضد زن و ضد کودک جمهوری اسلامی، با امید اینکه بتونیم به روز این حکومت وحشی و آدمخوار رو به زیر بکشیم و به یک جامعه انسانی و آزاد و برابر در ایران پایگذاری کنیم. و خیلی متشکرم از توجهتون به این بحث. ممنون از شما. صدای من هست؟ بله 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 جان بفرمایید. ممنون از شما حمید عزیز، ممنون که تشریف آوردید به برنامه و همچنین دوستان دیگه‌ای که اومدن با ما صحبت کردن، نظراتشون رو گفتن. میلاد عزیز اگر نکته دیگه‌ای دارید بفرما و می‌خوای برنامه رو خودت جمع. نه من نکته ندارم، تشکر از خودت بهار جان، حمید تقوایی عزیز و دوستانی که برنامه رو دنبال کردن. دوستانی من میبینم تو چت میگن
میخواستن بیان بالا و صحبت بکنن. عذرخواهی میکنیم که وقت ما محدود بود. حالا سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی همین موضوع رو داشته باشیم. هم وقت بیشتری در کلاب هاوس بذاریم که دوستان بیشتری بتونن بیان، مخصوصا پرشیالوگی سارا این مطلب رو مطرح کرده بود، پوزش میطلبیم ازشون. تشکر از همه دوستان. کانال تلگرامی که من این بالا پین کردم و دوستان اگر دنبال بکنید، پادکست برنامه‌های ما از جمله همین پادکست رو اونجا خواهید توانست که پیدا بکنید. مقاله‌ای که اول برنامه اشاره شد هم در این کانال تلگرامی بارگذاری خواهد شد، هم مقاله‌ای که حمید تقوایی در هر رابطه با همین موضوع نوشتن رو میتونید بخونید، همین که میتونید پادکست این برنامه و برنامه‌های بعدی رو هم از اونجا در حقیقت پیدا بکنید و گوش بدید و برای دوستانتون بفرستید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه است، اون برنامه رو هم از دست ندید. خیلی خیلی ممنون بهار، ممنون حمید تقوایی، شاپرک، امیر پاکباز و همه دوستانی که تو این بحث شرکت کردن. براتون لحظات بسیار خوبی رو آرزومندم.